bu hayatta. Dost bildiklerin tarafından sırttan vurulmak var bu hayatta. Aldatılmak, kandırılmak, ihanete uğramak var bu hayatta. Kalabalıklar içindeyken yapayalnız kalmak var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitmek var bu hayatta. Aşkını sineye çekip arkana bile bakmadan gitmek var bu hayatta. Başlamak çok zor ama imkansız değil. Düşmüşken yeni baştan kalkmak çok zor ama imkansız değil. Tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Bu hayatta tekrar sevmek, aşık olmak çok zor ama imkansız değil. Cahit! Cahit! Kanenç hayır başı ya. Namarda bir marifat be ağızı! Mikoşamet! Aşkını kesafet mikoşamet! Kanen mikoşam! Hemen yok kafam bakınam! Belam kon! Dastete bekeş! نامرد خدمت تو رو همین روزا میرسم. معلوم از چی داری میگی؟ چی میگی؟ واسه جندر قاز منو فروختی به افران. عجب روانی هستی ها. من چه ارتباطی به افران دارم؟ ولم کن، دستتو بکش. دوباره ولش کن. به هم بگو، بگو که تو این کارو کردی. چی کار کردم؟ آخه چی کار کردم؟ میدونستی، تو میدونستی که گزیده دوست دختر افرانه. چی؟ با کی بوده؟ جیدا واسه من فیلم بازی نکن. بی خودی هم حاشا نکن. تو هم میدونستی. گزیده؟ همسایه ستاره؟ آهان همون چیم؟ اون رفیق عبران بوده؟ آی باورم نمیشه، شوکه شدم. من حد زده بودم. به خدا من همه چیو میتونم ببینم. تو هم حالا جوگیر نشو مامان، از کجا میدونست؟ اون سردی که ستاره داره آخه چجوری میتونه پاسخگوی اون عبران باشه؟ از کجا میتونستی بفهمی طرفش گزیده است؟ راستش من شنیده بودم که با هم دیگه ماساژ میرن، حدس میزدم، اما انگار تا حالا کور بودم. آی آخه اون گزیده چی داره؟ مثلا خاله ستاره که خیلی بهتره. زشت و زیبا نداری که دخترم. همچین چیزیو چطور نفهمیدم؟ برم به ستاره بگم از این حرصم گرفته. بالاخره دوستم بوده، وظیفه من بود. چی دارین میگین شما؟ چی دارین میگین؟ شما چی اونجا ورور میکنین؟ من چشم داره ورم میکنه. برام یخ بیارین. برو برو واسم یخ بیار. اصلا به من چه که افرن و گزیده چه غلطی دارم میکنن؟ تو هم برو اونجا بشین. مثلا یه مرد بالغی مثل بچه دبیرستانی ها رفتار میکنی. ندونسته میای هر مزخرفی دلت میخواد به ما میگی میری. مگه داری؟ قسم میخورم همه کائنات داره برای من میچرخه. همه چی همونجوری که میخوام میشه. از این ورا برشته. برشته؟ یعنی در واقع به معنی ترد و خوشمزه. تو مثل که دلت خیلی کتک میخواد. بابا من که چیز خوبی گفتم ها. چقدر حرفای آدمو بد برداشت میکنین شما ها. همش بدبینی، همش خشونت. چرا اینجوری؟ دست از سرم بردار. اصلی راستش اگه منو بشناسی خیلی خوشت میاد. من بچه خوبی هم اصلی. اگه خوبی برو بهشت. بدون تو بهشتم همش برام در بدریه. واقعا که تو دیوونه. آلارا خونه است؟ آلارا خانوم با شما قرار داره. آلارا خانوم میخوام برم تو، میشه برین کنار؟ بذار بپرسم. خودم ازش میپرسم، میشه برین کنار؟ حسن جون این دوست منه، نمیبینی مگه؟ به من چیزی نگفت آقا. معلومه که نمیگه، خیلی خشنه، خودت در چشاش باید بفهمی. عجب چشایی هم داره برشته. ببین منو درست حرف میزنی یا نه؟ به تو خوبی هم نایمده ها.
ببین با اوزای همه دره بسته باز میشه، اما تو بادروم وقتی رو غریبا حساب کنی همیشه بازنده ای. تشکر چی شد؟ ممنون. اصلی ببین گفتگو خیلی مهمه، اگه با هم حرف بزنیم بهتر میتونیم همدیگه رو بشناسیم. هر کی هستی باش، فقط ازت خواهش میکنم بی منطق نباش لطفا. سلام، همه چی رو بره؟ واو، این اینجا چی کار میکنه؟ من مثل تو دوزدکی نمیام تو، لااقل در میزنم. آفرین. آره را دوستاتو بگیر ببر تو اتاقت بازی کنید، میبینی که حوصله ندارم. خبر دارین دخترتون یواشکی وارد خونه من شده؟ آلارا جون، شنیدی بابا چی گفت؟ برین تو اتاق. آه، اصلا واسش هم مهم نیست. به خدمت تو هم بد میرسم اوزای. ما که دیگه با هم دیگه حسابی نداریم. اصلی جون بیا بریم، چی کار میکنی مثل مهمونا وایسادی؟ شش، کتکاری نداریم ها، مثل دوتا دوست باشه؟ بگه اینو بخواه. جاهد اون اورنو برام پیداش میکنه. پسر چه اورنی؟ هنوزم به خیال نشدی؟ مشتایی که تو دبیرستان نخوردم و تو این بادرون تو این یمای خوردم. بیچارش میکنم جاهد، هرچی هم که من میگم و باید انجام بدی. تو یعنی فکر میکنی بیچاره کردن اورن برای من مهم نیست؟ من سال هاست دنبال این کارم. شما دوتا چه نقشه‌ای دارین؟ همین الان بهم بگی. تو واقعا دیوونه ای یا؟ در واقع تو باید بهم توضیح بدی تو توی خونه ما چی کار داشتی؟ مگه دوستی که میای وسایل منو میدوستی؟ تو دوستی که دوست پسرمو دوستیدی خانوم؟ مواظب به حرف زدنت باش، من هیچی از کسی ندوستیدم. تو همه جای این خونه چه صحنه های ناخوشایندی که من نمیبینم. لطفا بس کنید دیگه، چتون شده؟ من اصلا نمیفهمم. ساکت شو. دفترم کجاست آلارا؟ زود باش بهم بده. چه دفتری؟ تو سال 2016 دفتر دیگه چیه؟ جونمو به لب رسوندی، دفترمو بده دیگه. جوجه جون دفتر مفترت پیش من نیست، منو سر کار نذارین. دوتاییتون چه نقشه‌ای برام کشیدین ها؟ زود بگین. ما یعنی اصلی و من حد اکثر بتونیم بشینیم سر یه میز با هم صبحونه بخوریم. فکر میکنی من نمیدونم دوتاییتون دست به یکی کردین تا من آتش رو از هم جدا کنین؟ همشو با آتش میگم، همه رو میگم. تو رسمن موقع تعطیل شده ها. ولش کن بذار بگه، خیلی باحاله به نظرم. اینو ببریم به یه دکتر نشون بدی. من واسه این موضوع یواشکی اومدم تو خونت که دست تو رو رو کنم خانوم. تو هم تو خونه ما بودی؟ راجع به دکتر که خیلی حق داری، به نظرم خیلی دیوانه شده، توهم زده. اوزای اون روی من بالا نیارا. من مگه با چی کار دارم؟ تو هم اینجوریش خودت دیوانه هستی. هی بابا قسم میخورم اینم خونه شما بود، حتی دفتر خاطراتت هم دست اون بود. دی خود دروغ نگو، اگه اونم خونه ما بوده پس چرا بابام ندیدته؟ چون که فرار کرد. خب تو چرا فرار نکردی؟ آی خدا. خیلی خوب تموم شد، امروز هممون یکم خسته ایم، مریضمونو دیگه بیشتر از این خستش نکنیم. بیا بریم اصلی جون. من حقیقتو میگم، قسم میخورم. حالا را بس دیگه، زود باش دفتر اصلیو بده. زود باش. ببین من تو رو درک میکنم، تو هم برای خودت دلایلی داری، تو توهمات خودت دستی با اصلی حسودی میکنی، برای همینم این کار احمقانه رو کردی، اما خیلی کارت زشته. حالا زود بش دفتر خاطرات دوستتو بده. من تو رو خفت میکنم به خودت. بس دیگه، هر دوتون رو خفه میکنم. ببین منو، اگه یه بار دیگه اون دور و برو بگردی و واسه منو آتش درد سر درست کنی خیلی واسه بد میشه. این مثلا چی میشه؟ خیلی کارتون زشته بچه ها، هم دیگر رو دوست داشته باشین و با هم درست رفتار کنین. این دنیا به هیچ کس وفا نکرده. گفتم دفترمو بده. ای بابا نیست، دفترت اینجا نیست. حالا را ببینی اشتباهی کردی، بعد خودت هم جبرانش کنی. زود باش. میگم نیست. اصلی جون اون چیز با مزه یا نه دفتر خاطرات تو نیست؟
اینو خوندی؟ میگم خوندیش اینو؟ ای بابا من اونو بر نداشتم، این گذاشته اون تو. پرسیدم خوندیش یا نه؟ نه خیرم، نخوندمش، ندیدمش، دختر اصلا ندیدم. دارم دیوونه میشم. ببین منو، اگه بفهمم خوندیش قسم میخورم که تو رو خفت میکنم. اوف، قسم خوردن یه دختر برای انتقام چقدر میتونه جذاب باشه. به خدا بهت تبریک میگم اصلی، تو فوق‌العاده ای. راحت بذاری ما رو دیوونه ها، آتش و منو راحت بذاری. اوسای بهت بگم پشیمونت میکنم، بیچارت میکنم. ببین منو، تو مثل این که نمیدونی طرفت کیه. آخرین بارت باشه تو کارای من دخالت میکنی، آخرین بارت باشه منو تعقیب میکنی و زبون درازی میکنی، وگرنه مطمئن باش این کمترین بلایی هستش که سرت میاد. گفته باشم تو شیطانی، شیطانی اوزای. همه اینا رو دونه بدونه به آتش میگم. به آتش میگی؟ فکر میکنی دیگه تو بودروم کسی پیدا میشه که حرفاتو باور کنه ها؟ بیشتر از این خودتو کوچیک نکن. خیلی عوضی هستی. یه مشکلی وجود داره، میگه موجودیت کافی نیست. من که پولی نکشیدم. تو اینو بگیر، من فردا برات میارم. گواهی نامه. باشه. خیلی خوب، بیاین یه چیزی بخوریم. من نمیخورم. مامان بیا دیگه. اگه مامان نخوره منم نمیخورم. باشه دخترم. خیلی خوب، ببینی دو تا کناری داره، اینا یکیش برای تو، یکیش هم برای تو سو. یه چیزایی داره تو این خونه عوض میشه. اولا این کناره نیست، گوشه است. دوما با خوردن گوشه های پیده مثلا چی میخواد بشه؟ میخواد به همون بفهمونه رئیس خونه است. رئیس خونه یعنی چی؟ رئیس خونه کاراش باید خیلی بزرگتر از اینا باشه مامان جون. نه زود باشین بخورین دیگه. مامانمون خوشش اومد، مامانمون گاز زد، گاز زد مامان. دیگه فقط فعلا همینجور چیزا موجود بود. ما مثل بقیه آدم ها از همین چیزا میخوریم و سیر میشیم. چطوره؟ بیا تو هم بخور. دهن تو باز کن. دیگه از این به بعد از هیچی نترسیم، فکر هیچی هم نکنیم. دیگه بدتر از این که قرار نیست بشه. مامان از فردا باید بگردیم ببینیم چی داریم و چی نداریم. از فردا میری سر کار دیگه مامان جون ها، چه کار میخوای بکنی؟ ای بابا دختر، مگه دنیا به آخر رسیده؟ نکن عزیزم. نه نرسیده. من الکی نمیتونم بخندم، غذا هم نمیخورم. عادت میکنه مامان جون، عادت میکنه. بیا تو بخور. مامان فقط یه قولی بهم بده که از این به بعد فقط فکر خودت باشی، بقیهش رو بسپر به من. عزیزم پسرم، عزیزم. مامان جونم، تمام دوران بچگیمونو تو با حمایت کردن این مرد نذاشتی نبودش رو حس کنیم و الان دیگه خسته شدی. الان هم دیگه مشکلی هم نداری. بعدش هم این که من به سنی رسیدم که دیگه میتونم به تنهایی با مشکلاتم روبرو بشم و حلشون کنم، مگه بده؟ مگه غیر از اینه ها؟ خیلی عالیه.
تو خیلی خاطره‌های قشنگی تو بچگیمون ساختی. حالا بذار من سعی کنم که روزای قشنگی رو برات بسازم باشه. فقط منو باور کن مامان. ای بابا چی شد؟ مگه حرف بدی زدم؟ خیلی هم حرفای قشنگی زدی پسر. انقدر حرفات قشنگ بود که نمیدونم چی بگم. مامان جون. بفرمایید. نوشه جان. پسر پاپی در رفته بود، اینجوری امانت داری میکنی؟ در نرفته که، اونجاست. دم مسجد پیداش کردم. اه پس ولگرد شده، همش بس خوش این برای اون بر میره. آره این سیرا رو پوست بکن بینی. چطوری باید پوست کند؟ اون چیزای روشو بکن دیگه، یعنی پوستشو بکن با دست باش. سب کن ببینم. آقا جون عجله کن، وضعیت سو چطوره؟ فهمیده ولی نمیتونه قبولش کنه، بالاخره عادت میکنه. آه پس واسه همین بود که تلفن جواب نداد. میخواستم یه چیزی بپرسم، برای همون تماس گرفتم. چی میخواستی بپرسی؟ راجب پاپی بود، میخواستم نژادشو بپرسم. خب پاپی از خانواده یه وگانه دیگه. این چیه پسر؟ آتش تو داری چی کار میکنی؟ مگه اینجوری نیست؟ آتش معلومه که نیست. پسر من باید چی کار کنم؟ هیچ کاری بلد نیستم. ما نابود شدیم، چند درغازم برامون پول نمونده. از طرفی هم از مامانم نمیتونم بپرسم از اینجا چقدر پول گیرمون میاد. تو کارتمونم که هیچی نداریم، باید هرچه زودتر پول در بیارم. چی کار باید بکنی؟ والا اینا رو تو باید بگی داداش. جعبه ها رو باید ببرم، ماهیا رو جمع جور کنم، یا اینکه اینجا گارسونی کنم، هرچی تو بگی همونه. مواظب باش میگوها نسوزه، من برم سفارش بگیرم بیام. هم به زنشون دارم میسوزن. بفرمایین این مال شما؟ آتش تو داری چی کار میکنی ها؟ کاری نکردم پسر، گفتی همش بزن زدم دیگه. پسر از دست من هیچ کاری بر نمیاد. یاد میگیری، بالاخره یاد میگیری. از اذان صبح که پاشدیم هر کاری من کردم بکن. اذان صبح ساعت چنده؟ اول یه تقویم دینی بخر. تقویم دینی چیه؟ چقدر میشه؟ پسر من اومدم اینجا که پول در بیارم، تو هی واسم هزینه میتراشی. حرف مفت نزن آتش، زود باش اینا رو جمع کن، مشتری ها منتظرن. زود باش دیگه، زود باش آتش. اینا رو کجا ببرم؟ بیرون. احمد آقا الان غذا تازر میشه. آخ آخ آخ. شبات همیشه اینقدر سخت میگذره؟ تو چی داری میگی واسه؟ اینکه همه جا با پای پیاده میری رو میگم. تو یه موتور کوچیکی خوشگل داشتی، من دیده بودمت. تو منو تعقیب میکردی؟ کوچیک بودن بودرومم حتما تقصیر منه ها؟ تو این شهر به جز تو موتور سوار کوچولوی برشته دیگه ای نداری. به من برشته مرشته نگو، وگرنه میزنم تو دهنت. وای ببینم تو کاراته کار میکنی. اوف، تو چی کار داری اینجا؟ برای کار اومدم.
واسه کار اومدی؟ آره برای کار اومدم، واسه خودم هم عجیبه ولی برای کار اومدم دیگه. یه بخشی از این هتل مال منم هست. هتل مال تو؟ چه ربطی داره؟ یه قسمتشو گفتم، همشو که نگفتم، اما خیلی با ارزشه ها. آتش از این که حالا رو دفتر تو دزدیده بود عصبانی شد. هنوز که بهش چیزی نگفتم، تو هم فعلا چیزی از دهنت نپره. اما بالاخره اون دیگه شریکمه، از شریک هم اینجور چیزا رو مخفی کردن اصلا کار درستی نیست. ببین منو اوزای، بیا اینجا ببینم. چه خبره پسر؟ ها؟ طرفدارام همه جا دنبالم میکنن و میان، حداقل اینجا یه تنابی چیزی بکشین که بتونم راحت بیامون برم. آتشون تو اینجا چی کار داری؟ واسه چی اومدی اینجا؟ گزیده، سوگلی بابات گزیده. البته کلمه سوگلی مناسب نیست، قدیما تو کاخا بهش میگفتن سوگلی، مثل پادشاهی که سوگلی داشت، سوگلی اورن. حالا بگذاریم. هیچ میفهمی داری چی میگی؟ دهنتو ببند. آتش مشتریا، این از کجا اینو میدونه؟ تو این از کجا میدونی؟ نازالا رو فهمیدم، دختر انقدر خوشحال بود، انقدر خوشحال بود که میگفت چه خوب شد که با آتش ازدواج نکردم، وگرنه معلوم نبود که مادر شوهرم کیه. داداشم یا لوبرو تو کتکرو نخوردی، زود باش. حالا راز کجا فهمیده؟ بالاخره سوال مهمی که باید پرسیده میشد و دوست عزیزمون پرسید. پسر ببین، اگه اینجا محل کارم نبود الان تو رو تیکه تیکه میکردمت. وایسا، راجع به مکان کتککاری توافق میکنیم. الان پرسیدی آلارا از کجا فهمیده؟ از آسلی. تو پر از مشتریه، دارین چی کار میکنی؟ دستتو بکش. ای بابا اینو که همه شو سوزوندی، اینجوری درستش نکنین دیگه. میدونی تو جزیره های یونان چطوری اینا رو درست میکنن؟ آسلی این چی میگه؟ خب من براتون الان شرایط رو تشریح میکنم. شریک جدید این هتل منم. چطور؟ گزیده به بابام، بابا جونم هم به من چیز داده، منم اومدم که راجع به کار حرف بزنیم، ولی میبینم که شما دستتون بنده، چشماتونم درگیره. آره اورن شوهر ستاره. عزیزم اینجا بودرومه، باید حواست به همه چیت باشه. فکر کردی آدمای فقیر و بدبخت این چیزا حالیشون میشه؟ وقتی شب میشه با اون قیافه و ظاهر درب و داغون که نمیشه بری پیش شوهرت. آره عزیزم، من این اورن رو پیداش میکنم. بشین بابا بشین، فرار نمیکنی که، بگی اینو. به نظرم به جنگ که دنبال اورن بگردی بهتر اول گزیده رو پیدا کنی. پیداش میکنم، معلومه که پیداش میکنم، البته در نهایت اون یه زنه، حد اکثر یه تخت تو صورتش میندازم و بعدش میرم دیگه. چی کار میتونی بکنی؟ این کار دل منو خونک نمیکنه. خب چی کار میخوای بکنی؟ اونو میگیری میبری میندازی تو دره؟ پسر این آدم منو احمق فرض کرده، اون قضیه یه فعاد و اینا. تو چشم راست راست نگاه کرد و حیثیتمو برد، منم حیثیت اونو میبرم. آروم آروم، خب آروم آروم. جاهد منو ببخش، جلوی خانواده تنواد برخورد کردم، من فهمیدم که تو این ماجرا هیچ نقشی نداشتی. خب خواهتو خالی کردی دیگه، اتفاق خوب شد، یعنی مثل سوپا به گاز کم کم خودتو خالی کردی که یهو منفجر نشیم. ما با همچه روزایی رو که نگذروندیم، چه بالا پایینه که نداشتیم، چه کارایی که نکردیم. ای والا داداشم، واسه همینه که هیچ وقت کاراتو فراموش نمیکنم، هیچ وقت. خب داداشیم دیگه داداش. خب الان این هتل الان 25% شماره توه. آره ببین جاهد، اگه خدا رو دوست داری بیا این 25% از من بگی، اصلا نمیخوامش، یعنی تا این حد. بیخیال کنه جون. آره باشه، ما اول حسابمونو باش تصفیه میکنیم، اونو بعدم باش حل میکنیم.
بی وجود. جایده جونم جاهد، این احمق رو بگو ببرن تو اتاق مهمون بخونم، من بسری برم. هر شب کجا میری؟ میشه دوست دخترم. شوخیشم قشنگ نیست، نگو دیگه. به نظر من که خیلی هم باحاله، هر کسی باید حد خودشو بدونه. نتونستیم درست بشینیم در موردش غیبت کنیم، هنوزم باورم نمیشه. من میخوام بشینم با صاحب این قضیه غیبت کنم، هیجانش بیشتره. با ابرن؟ با ابرن باید دارم بهش تبریک بگم مگه نه؟ آخه دو نفر رو همزمان داره میکنه. جاهد. چه جاهدی؟ کارت این وکیله رو برو بیار ببینم. اول ابرن نخواسته بود، حالا الان از نون شب برش واجب تر شده. تو خیلی بد جنسی. تو که من بدتری. فکر کردی نمیدونم که از الان نقشه کشیدی که فردا صبح گری تصادفی با ستاره روبرو بشی؟ بارجو. ای بابا این چه زبلیه. بگین نرو. ای دست صفا چلافتی. داداش این چی میگه؟ در مورد هتل میگه، میگه شریک شده. درست میگه. یعنی چی درست میگه؟ ما اینجا با این چه کار میخوایم بکنیم؟ حرف بزنین راحت باشین، فرض کنین من اینجا نیستم، حرف بزن. داداش این اینجا رو به فنا میده. به فنا میدی؟ چی رو به فنا بدم؟ اینجا واسه پول در آوردنه. گم شه بره از اینجا. با این باید سر کله بزنیم، کم خودمون گرفتاری داریم، باید با اینم سر کله بزنیم. بره گم شه دیگه بابا. ببین بچه، تا وقتی که اینجایی حرف منه. باشه داداش من. حرف نباشه. اینجا هم اعصابا خورده، کلی هم مشتری میخوام. آخه کی میاد اینجا ببینه؟ مگه نگفتم؟ نگفتم حرف نباشه؟ بچه پررو. امروز چه روز مزخرفی، آخه تمومم نمیشه. همین رو فقط کم داشتیم. منظورش چی بود؟ گفت آلا رو از اصلی شنیده ها؟ من نمیخواستم بهت بگم. چیو نمیخواستی بگی؟ ای بابا ولش کن. دختر چیو ول کن؟ آن چیو ول کن؟ این فهمیده، اون فهمیده. فکر نکردی مامان من از این موضوع خجالت میکشه؟ چطوری بیا تو خیابون؟ شما کاری نکردین که بخواین خجالت بکشین. اونان که باید خجالت بکشن. اونی که از این کارا میکنه اصلا خجالت مجالت حالیش میشه. از طرفی تو این وسط با آلا را چه ارتباطی داری؟ تو رو خودت دیگه حرف علکی نزن آتش. مگه چه حرف علکی میزنم؟ آلارا اومده تو خونم و دفتر خاطراتم رو دزدیده. چی؟ چطوری؟ همین دیگه، اینجوری شده. از تو اون خونده. خب یعنی این دختره دنبال چیه؟ میخواد میونمونو خراب کنه آتش. واسه بابام هم عکسمونو فرستادی. چه عکسی؟ عکس تو منو. چی بگم؟ تو پارک اون شب اول. آه شوخی میکنی؟ از کجا پیداش کرده؟ این دختره چقدر عوضیه. نمیدونم دیگه عوضیه یا نه، تو اونو بهتر میشناسی. تلافی این کارو سرش در میارم. نه آتش، نمیخوام ببینمش. چی کار کنم؟ بذارم هر کاری میخواد بکنه؟ آره لطفاً با اون در نیو، بازم اون درد سر میشه ها. حالا چرا تو دفتر خاطرات در مورد بابام نوشته بودی؟ چرت و پرت میگی، یا دفتر خاطرات منه، به خودم مربوطه. چیز دیگه ای نداشتی بنویسی نه؟ میخوای دفترمو بدم تو بنویسی آتش؟ فکر کردی من الان میفهمم دارم چی میگم؟ یکم منو درک کن. خب من الان خودم هم نمیدونم چی میگم. حالا فهمیدم.
فهمیدم که فهمیدی. چیز دیگه ایم هست که باید بفهمم. یکم دیگه بهم بفهم. دیوونه. آقای ابرام، مغازه رو دارم میبندم. باشه. بچه ها صندلی ها رو جمع میکنم، البته اگه اجازه بدین. وای 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 وای، ببین تر خدا چه کرده این آقای ابرام، همه رو بیچاره کرده. جاید الان اصلا حال حوصله ندارم، برو پی کارت. کجا میری؟ تو اتاقه؟ حسن ما اصلا متوجه نبودیم ممکنه آقا ابرام مهمون داشته باشن، چون آقا ابرام تنه تنه نمیخوابه. بعد موقع اومدیم. تو از من چی میخوای؟ خوش اومدید آقا جاید. یه دو تا قهوه واسمون بیار. مانا آقا ابرام غلیظ باشه. همین الان آقا. پسر منو ببین. من همه چیو درک کردم. همه چیو. به جز اینکه با کدوم منطق اون دوتا زن رو با هم همسه کردی ها؟ گرچه تو هم حق داری. ما دیگه پیر شدیم. باید انرژیمونو ذخیره کنیم. نباید همش تو راه در بدیم. تو از من چی میخوای؟ اومدم راجب کار حرف بزنم. ببین اگه تو این شرایطی که داری بازم کسی تو بودروم پیدا بشه که بیاد باهات حرف بزنه، قدرشو بدون. چیه جاه؟ چی میخوای؟ چی؟ خب سر گنش که کلا گذاشتی 25% هم که عالی فروختی، حالا تو واقعا چرا اینجا موندی؟ بیا هتل من، بهت یه سویت مامان میدم، 10% هم به تخفیف میدم. بفرمایین آقا جاهی، دیدم قرفتون. خیلی ممنون. من نمیخورم. من گنن چهارم کردم، قانعش کردم که فعلا بی خیال تو بشه. اما تو هم تا جایی که میشه تو بودروم با آدمایی که میشناسی حرف نزن. نه ولشون کن، بذار همه بیان. بذار گننش هم بیاد، دهن و دماغش رو داغون کنم. حالا شما کوتاه بیا، تا جایی که میشه بهتره همو نبینی. نه بذار بیاد، ببینم چه غلطی میخواد بکنه. از من به تو نصیحت، به نظرم یه مدت از بودروم دور شو. باشه؟ اصلا با دوست دخترت برو، اون که پول داره دیگه، برین این بر اون بر حال کنید دیگه. ببین گانت بد جوری دیوانه شده، یه وقت ممکنه مافیا رو بندازه دنبالتو. یعنی یه خوردم همچین غرورش جریه دار شده. ببین تو چقدر حرف مفت میزنی، زودتر بگو ببینم چی میخوای. باشه، عصبانی شدن نداره، ما با هم کار میکنیم، پول در میاری. این یه پیشنهاد از طرف منه. 25% هتل مال ماست. تو هم برای اینکه بقیه شازت نگیری دست پیش بگی، مشکلاتو برطرف کن. تو اون هاردیسکی که دست اون عوضیاسو میخوای نه؟ دقیقا خودشه. تو برام اون هاردیسکو بیار، منم از اون پولایی که رد و بدل میشه 10% به تو کمیسیون میدم. هاردیسک راحته، من اونجا رو کلن آتیش میزنم، اونم اونجا با همه چی میسوزه. هر جوری که خودت سلام میدونی، ولی زیاد به خودت فشار نیار، تو انرژی صرف جویی کن. ببین میتونی درآمدت رو زیاد کنی، اون موقع زن دو زن هر چی دوست داری بگیر، برای همچین کارهای لازم میشه پول میخوای بچه. ببینم جاید تو ذهنت بد جوری خشک شده، مشکل خاصی که نداری؟ Thank you.
الو عزیزم، گفتم خوابیدی با ترس تماس گرفتم. نه بابا، چه خوابی؟ یه خورده میخوابیدی. از وقتی اومدیم بودروم دارم به تک تک حرکات بابام و اون زنه فکر میکنم، نمیتونم ذهنم آروم کنم. اما این کار فایده نداره. کاش بتونم بغلت کنم تا بتونی فراموش کنی. امروز خیلی بامزه شده بودی، داشتی پیش مامانم و آتش جوری وانمود میکردی که متوجه نشن، اما من از چشمات فهمیدم، با چشمات داشتی مثل بچه ها نگام میکردی. خیلی ناراحت شدم که تو رو اونجوری دیدم. پاپی چطوره؟ خوبه، غذاشو دادم خوابید. چی بهش دادی؟ تو رستوران یکم کباب تبایی داشتیم، از همون دادم. یکم بهش نونخامه‌ای میدادی؟ مگه میخوره؟ آره پروانه، اون سگه مگه کباب تبایی میخوره؟ میخوای بگی گوشت تشخیص نمیده؟ مغازه بغلیمون سگ داره، بهش لوبیا میده، اونم هر روز نگاه میکنه میگه ترش. شش کوپ هست. مواظب باش، حواست بهشون باشه، خیلی به هم نزدیک نشن. یعنی میگی دختر به فقیر نمیدین؟ آه، سرنوشت ما هم همینه. درسته که ما یه جایی که پول داره و معروف ها میرن میرخصن نمیتونیم بریم، اما یه قلب پاک و تمیز داره. ای جونم عزیزم، خندیدی دیگه، خندیدی نه؟ آره خندیدم، اما الان گریه میکنم. آخه چطور تو این مدت متوجه نشده بودم؟ پیش میاد، خودتو ناراحت نکن. یه چیز دیگه هم ذهنمو مشغول کرده. چی؟ مامان میگفت اصلی میدونه. اون به تو نگفته بود؟ پروانه. آه جونم. میگم میدونستی؟ چیو؟ میدونستی؟ آره عزیزم. چند وقته؟ راستش اصلی به من تو ازمیر که بودیم گفت. تو این همه وقت به هم دروغ میگفتی؟ دروغ چیه؟ فقط بهت نگفتم، اونم واسه اینکه ناراحت نشی. چه جوری تو چشام نگاه میکردی؟ شو عزیزم گوش کن، من به تو دروغ نگفتم. چیو گوش کنم؟ چیو گوش کنم؟ من تو این زندگی به کسی نمیتونم اعتماد کنم. اون از بابام، اینم از تو، به هیچ کس نمیشه اعتماد کرد. عزیزم سو، لطفاً ببین، گوش میکنی این دردونه ای من؟ سو، به سو گفتی دردونه ای من؟ به خدا میکشم اتا برو. وای ترسیدم، تو رو خدا ببخشید. پسر ببین، تو رو خدا بلای سر من نیارین، من اومدم اینجا فقط یه لقمه نون حلال در بیارم. حوزای بهت میگم رو اعصابم، این قاطی میکنم. خب ببین، تو این سن بابات نامادری سرت آورده، منم برات خیلی ناراحتم. واسه من خوشمزه بازی در نیار، خودتم لوس نکن، حرف مزخرفم نزن. اصلی بهت گفت؟ این هنوز هم داره مزخرف میگه. ای بابا، تو این شرایط اصلا نمیشه با همچین شریکای کار کرده. من باید برم اصلا به مدیر بگم، که البته خودش داره میاد. آقای مدیر، این دوست عزیز منو ناراحت میکنه، نمیتونم فکرمو درست رو کارم متمرکز کنم. خدای خودت میده داداشم، نیتت خوب باشه همه چی بهت میده. بین جوینم، بیا بشینیم دو کلمه حرف بزنیم. بیا بچه جون، بابا تو هتل شریک شده، نه تو رستوران. پشت برو اونجا تو هتل، دم در ورودی بشین تو رسپشن. ای بابا، خب شاید بخوام غذا بخورم. گشنت شده؟ مطمئنی گشنته؟ بله حتما؟ باشه، بفرما بشین. پروانه جونا، رفیقمون گشنشه، خیلی هم مطمئنه. حله، آدمی زاده دیگه. آره والا آدمی زاده. گرفتم داداش، چی دلت میخواد؟ برای ماهی باربون بیار، باربون گرونترینشو. باربون گرونترینش، باشه حله، باشه. چی میخوای؟ سبزی مبزی هم بذاری کنارشو. ها سبزی مبزی هم میخوای؟ میارم برات. اینجا عجب جای چندشی ها. به جون امشب ماهو دیدی؟
جفتمون داریم به یه ماه نگاه میکنیم، تو و من، همچنین مادرت. این ماه یه روزی ما دوتا رو به هم میرسونه، حالا میبینی. پسر درست شد؟ داره میشه. خوبه. هنوزم خجالت نمیکشه. از فردا صبح دیگه گریه نمی کنه. قول میدم. اما امشب باشه عزیزم، گریه کن عزیزم، گریه کن دختر. Sırttan vurulmak var bu.